درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشسته اید. سیامک دهقانپور هستم. در چهارشنبه هفتم آبان ماه 29 اکتبر نگاهی داریم به اسید و زن. با مشخصاتی که قربانیان و یا آنهایی که در معرض تهدید قرار گرفته بودند از متهم تصویری ترسیم و تصویرنگاری کرده و آن را بررسی می‌کنیم. این عکس‌ها تنها به عنوان سرنخ هستند و ما فعلا نمی‌توانیم در این خصوص مطلبی را قطعی اعلام کنیم، چرا که متهم در همه جا با چهره باز دیده نشده است. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ضمن اظهار این مطلب درباره انتشار تصویری از متهم احتمالی اسیدپاشی در خصوص فراخوان تجمعات در واکنش به اسیدپاشی در اصفهان گفت هر تجمعی باید با مجوز قانونی باشد و پلیس به هیچ وجه اجازه تجمع غیرقانونی را نمی‌دهد. البته تمام این تلاش‌ها منشأ واحد دارد که به دنبال ترویج فضای ناامنی در کشور هستند. در فیسبوک افق از شما پرسیدیم آیا عامل یا عاملان اسیدپاشی زنجیره‌ای دستگیر خواهند شد؟ همطور که می‌بینید اکثریت تقریبا قاطع کاربران فیسبوک و افق گزینه خیر رو انتخاب کردند، خوشبین نیستند به این تلاش‌هایی که حکومت جمهوری اسلامی و دولت عنوان می‌کنند و امید ندارند که عاملان یا به گفته کاربرانی که نوشته بودند در فیسبوک عاملان اصلی در واقع یا عامل اصلی دستگیر بشه. کماکان میتونید به فیسبوک افق برید و در این بحث و نظرسنجی برنامه شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیندازیم در هفت پرده به اسیدپاشی در اصفهان از آغاز تا امروز. انتشار نخستین گزارش اسیدپاشی بر روی زنان در اصفهان. منابع رسمی 4 اسیدپاشی را اعلام کردند. در طول یک سال گذشته 4 مورد اسیدپاشی در مقاطع مختلف. منابع غیر رسمی از 6 تا 11 مورد اسیدپاشی در هفته‌های اخیر خبر می‌دهند. محمد تقی رهبر امام جمعه موقت اصفهان سخنان منتشر شده به نقل از خود مبنی بر این که امر به معروف و نهی از منکر باید از تذکر لسانی فراتر برود را تکذیب کرد و گفت من نگفتم که تذکر فراتر از لسانی باشد. اولا در این طرح اقدام عملی در اختیار دولت قرار گرفته و مردم وظیفه زبانی دارند نه عملی. مجلس شورای اسلامی ماده‌ای به طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اضافه و تصویب کرد که بر اساس آن هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و یا ناهی از منکر به اعمال مجرمانه توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند. طبق آخرین بررسی‌های پزشکی بر روی اسیدهای برجامانده روی لباس‌ها و خودروی قربانیان نشان می‌دهد که اسیدهای پاشیده شده مشابه بودند. همچنین در همه موارد متهم یا متهمان از ساعت 7 تا 7 مرتکب جرم شدند و در تمام موارد زنانی را که رانندگی خودرو بوده اند هدف قرار دادند. هزاران تن در اصفهان و تهران در اعتراض به اسیدپاشی‌های اصفهان مقابل دادگستری این شهر و مجلس شورای اسلامی در بهارستان تهران دست به تجمع زدند. پلیس این تجمعات را متفرق کرد. آریا جعفری، عکاس خبرگزاری ایسنا در اصفهان، بازداشت شد. نخستین اظهار نظر حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، پس از 10 روز. عامل یا عاملین این جنایت به دست عدالت سپرده شده و اشد مجازات برای کسانی که این جنایت را مرتکب شدند اعمال خواهد شد. من متاسفم برای برخی از رسانه‌های درون کشور که اینطوری داره وصل میکنن مطالب به همدیگه و حرف خلافیست و انصافا ظلم فاحشیست. صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه: نسبت دادن اسیدپاشی به امر به معروف و اسلام
جفا و ظلم عجیبی است که نه تنها در مغرب زمین بلکه برخی رسانه‌های داخلی نیز به آن دامن می‌زنند. بیننده افق از صدای آمریکا هستید. مهمان های امشب افق خانم نسرین افضلی، فعال حقوق زنان، آقای دکتر حسین قاضیان، جامعه شناس، و آقای محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار که از ارتباط تلفنی از تهران با ما هستند. به همه شما درود میگیم. افق خوش آمدید. خانم افضلی، اول واکنش شما رو در مورد این تصویر شبیه سازی شده، اصطلاحا کسی که به نظر میاد ادعا میکنن بر اساس اطلاعاتی گرفتن شبیه به فرد اسید پاش است، اصطلاحا بشنوه. بله، شاید از هم ابتدایی که اتفاق افتاد بحث اسید پاشی، همه این گمان زنی داشتن که در نهایت فرد و افرادی کاملا نامرتبط با عاملان اصلی اسید پاشی معرفی میشن، ولی خب دیگه نه در این حد که یه عکس با کراوات منتشر بشه که خیلی دور از اذهان مردم هستش. و من قبل از که بیام به استودیو خبر دیدم و عکس دیدم از این فرد که یکی از مسئولان اداره استاندارد ایران هستن، ولی به هر حال حتی اگه مشخص نبود که فرد اصلی چه کسی هست، کاملا مشخص بود که فقط برای خاموندن سر صداها و یه مقدار کم کردن از این واکنش شدید مردم که برای حکومت غیر قابل انتظار بود دست به همچین کاری خواهند زد. آقای قاضیان، حالا صرف نظر از اینکه این اطلاعاتی گرفتن در مورد چهره این فرد که شبیه سازی شده چقدر دقیق و درست هست، واقعا اینکه کراوات و کت و شلوار به تن این آدم کردن، کسی که ادعا میشه که روی موتور اسید پاشیده، واقعا چقدر مضحکه؟ خب همین که از کل چهره این فرد فقط تنها کرواتش به چشم میخوره و مهم بوده، نشون میده که احتمالاً چه سناریوهای ممکنه پشت معرفی عاملان بدلی این کار وجود داشته باشه. ما قبلا بارها این رو تجربه کردیم در مواردی که تبهکاران و جنایتکاران نزدیک بودن به بخش‌های از حکومت یا بخش‌های از قدرت که در مزان اتهام بودن، سناریوهای بدیل در کار اومده و سناریوهای بدیل هم اغلب غیر قابل باور بوده برای بیشتر مردم. به این معنی که سعی کردم به جای اینکه نشون بدن که این تبهکاران و جنایتکاران کسانی هستن که نزدیک هستن به قدرت، کسانی هستن که بر ضد قدرت سیاسی دارن اقدام میکنن، از بیگانگان هستن، از اسرائیل و آمریکا هستن، از مخالفین سیاسی هستن و امثال اینها. این بار هم ظاهرا این زمزمه هایی که در این مورد، در مورد دستگیری فردی که تهدید میکرده افراد رو به اسید پاشی، ولی این تحت تاثیر رسانه‌های بیگانه بوده و امثال اینا، نشون دهنده نوع احتمالی زمینه‌سازی هایی است که برای سناریوهای بعدی میکنن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً چه در سر در واقع کسانی میگذره که با خریدن زمان دنبال این هستن که یک سناریوی بدیل برای جمع و جور کردن این مسئله بدن و پنهان کردن ماهیت اصلی قضیه. نکته جالب این هست که برشک اگر این افرادی که مورد حمله قرار گرفتن بر اساس اطلاعاتی که این افراد دادن تصویر شبیه سازی شده، بخری اینها نهایتاً حالا امروز یا فردا میان و میگن که مثلا این اطلاعات که ما دادیم حاکی از این نیست که این فرد اگر حتی صورتش هم شبیه این فرد باشه بماند که حالا این ستیغه هم به اصطلاح صورتش رو تراشیده، اینکه کت و شلوار تنش کرده، خود این به نظر من بسیار پرسش برانگیز است. آقای قاضیان، یه نکته من میخوام کوتاه پاسخ شما رو بشنوم، بعد وارد جزئیات بحث خواهیم شد. با این روندی که الان داره پیش میره، سوالی که در فیسبوک پرسیدیم، چقدر شما خوشبین هستید که عامل یا عاملان یا اصطلاحاً عاملان یا عامل اصلی دستگیر بشه؟ من شخصا خوشبین نیستم. در مواردی از این دست ما بارها مواجه شدیم، از ماجرای کوی دانشگاه بگیری تا قتل‌های زنجیره‌ای تا موارد بسیار دیگری که اتفاق افتاده، معمولا افراد دیگری قربانی میشن در این زمینه یا کسانی به عنوان بدیل وارد ماجرا میشن و اونها به گردنشون گذاشته میشه این قضایا برای اینکه در جای دیگری از اونها استفاده های دیگری بکنن، یا برای اینکه ماجرا کلا پوشیده بشه سناریوهای کاملا متفاوتی به میون میاد که همونطوری گفتم ممکن تعجب همه رو بر بیانگیزه که خب اینا که نمیتونن عامل قضایا باشن. ولی و اغلب هم این سوال پیش میاد که خب این دروغ به این واضحی، این سناریوی خیلی کاذب و آشکار چرا گفته میشه؟ کسی باور نمیکنه اینها رو، چرا اینا گفته میشه؟
من فکر می‌کنم یه دلیل عمدهش این هستش که مخاطب اصلی باور این جور تبلیغات سیاسی در این موارد مخالفان سیاسی یا بی‌تفاوت‌ها نیستن، بلکه موافقان حکومت هستن، یعنی کسانی که لازم هست یک پوشش مشروع اخلاقی پیدا بکنن برای اعمال خشونت، یعنی باور کنن که مخالفانشون چقدر آدم‌های پلیدی هستن که حاضرن برای بدنام کردن حکومت مثلا اسید بپاشن به روی زنان. و وقتی چنین آدم‌های پلیدی جزء مخالفین هستن، بنابراین اعمال خشونت با مخالفین کاریست مشروع. به این ترتیب اون گروه اندک حامی سفت و سخت حکومت که نیاز به مشروعیت اخلاقی اعمال خشونت دارن تا بتونن بسیج بشن برای حمایت از حکومت، در واقع هدف اصلی اینجور تبلیغات سیاسی هستن که توی این وقایع خودش نشون میده. من حدس میزنم که در این موردم همین اتفاق افتاد. در برخی موارد میشه زمزمه‌هاش رو از همکنون شنید. خانم افضلی، شما امید داری که عاملان دستگیر بشن؟ نه، قطعا همچین امیدی نیست و تجربه قبلی هم ثابت کرده، ولی خب میشه گفتش که در نهایت به هدفی که میخواستن رسیدن، یعنی چون که نهایتا با 50-60 نفر اسید پاشی رو صورت زنها بیشتر نمیتونستن ادامه بدن، ولی با شایعه که دارن دائم میسازن در سطح جامعه و منتشر میکنن که کاملا سیستماتیک هست، تونستن به هدف خودشون برسن و خب متاسفانه این مهم هست. آقای نوریزاد، یه خبری امروز هم آمده بود به نقل از آقای حسین حسینزاده، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اصفهان، که ایشون گفته افرادی رو دستگیر کردن در این تجمع چند روز پیش مردم در اصفهان که به گفته اینها اعضای سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلب‌ها و ضد انقلاب بودن، که همزمان با این انتشار این تصویر منتسب به فرد احتمالی که اسید پاش هست، البته اینم قطعیت نداره ولی فعلا این رو عنوان میکنن. واکنش شما ابتدا به این بشنویم، فضا سازی که الان در مورد تصویری که منتشر کردن که حالا ایده‌ام میگن تصویر جعلی است. بله، سلام میکنم به عزیزان. من اصفهان بودم اتفاقا یک شنبه، یعنی روز بعد از اجتماع مردم و معترضین، یکی دو روز بعدش بودم. ببینید، پرسش من اینه که چرا با بروز یک چنین حوادثی دولت ها فرو نمی ریزن، مسئولین مرتبط بر کنار و مجازات نمیشن؟ چرا به صورت بانوان ما اسید پاشیده میشه و حتی یکی از اونا کشته میشه، اما لرزه ای بر پیکره بیت رهبری نمیفته؟ چرا دستگاه های انتظامی و اطلاعاتی و امنیتی ما در شناسایی و دستگیری عاملین این فاجعه تعلل میکنن؟ دلیلش، آقای دهقانپور، هیچ نیست جز این که در این 36 سال هیچ مسئولی در قبال مسئولیتش پاسخگو نبوده. هیچگاه رهبر که هیچ، یک سردار دوز، یک آخوند آدم کش مثل پور محمدی، مثل روح الله حسینیان، مثل شیخ علی فلاحیان، یا یک قاتلی مثل جلال الدین فارسی، اینا مجازات نشدن. در این سالها ما به یه فرمول محوری دست پیدا کردیم، اینکه آدم ها هرچی به حاکمیت و رأس حاکمیت نزدیکتر میشن، از مسئولیت بیشتری برخوردار میشن. یه آخوند عبوس و بیسواد مثل سید احمد خاتمی رسمن میگه در مواجهه با عفاف و حجاب باید خون ریخته بشه، یا عفاف و حجاب خون میخواهد. اما کسی و دستگاهی نیست به او بگه شما جایگاه مسئولیتت کجاست، یعنی قانون جایگاه شما رو کجا تعریف کرده؟ شما که مخاطبان خودت رو به خون ریزی ترغیب و تشویق میکنی، حالا بیا و پاسخگو باش. کسی هست که بتونه به امام جمعه بگه آقا شما از اینجا بلند شو دو متر اون طرفتر بنشین؟ من همین یه شنبه گذشته رفتم اصفهان. باور کنید آقای دهقانپور، یک جرد مرگ پاشیده بودن بر سر این شهر اساطیری ما. شما وقتی به صورت زن و بچه مردم اسید میپاشی، اونم نه یکی بل چندین مورد، حتما باید پشت به دم و دستگاه های امنیتی و دم و دستگاه امام جمعه ها گرم باشه. اصفهان که باید بدرخشه، باید جنب و جوش داشته باشه، باید توریست های داخلی و خارجی در اصلی ترین نقطه اصفهان مثل نقش جهان از کثرت شانه به شانه همراه برن، یک شهر مرده بود انگار.
انگار رگ غیرت شهر اصفهان رو بیرون کشیده بودن. آقای نوریزاد، یه نکته که من در مورد این عکسی هم که منتشر، این تصویر شبیه سازی شده منتشر شده که خانم افضلی هم گفتن، آمده در بکی دو تا سایت که نوشتن این تصویر دستکاری شده آقای علی جلالی است، مدرس بین المللی و عضو هیئت مدیره انجمن علمی استاندارد ایران. حالا اگر این ادعا درست باشه، این در واقع انتشاری همچین تصویری به نظر شما به جهت گمراه کردن افکار عمومیه یا اثر استیصاله که اینها واقعا نمیتونن اون افراد یا فردی رو که عامل بوده شناسایی بکنن یا دستگیر بکنن یا علنا بگن که این فرد کی بوده به دلیل احتمالا مناسباتی که داشته؟ ببینید، یه شگردی دستگاه امنیتی دارن، اونم اینه که یه مجرم محکوم به اعدام رو فریب میدن که بیا اعتراف کن مثلا به اسید پاشی، ما تخفیف برات میگیریم، قسمایی هم براش میخورن. بعد که اعتراف کرد و فیلم اعترافش رو از تلویزیون پخش کردن، طرفو میگیرن اعدام میکنن. من با اطمینان میگم اسید پاشان رسما و مستقیما از دار و دسته انصار حزب الله و از عمل اکره های وابسته به سپاه و اطلاعات و امام جمعه بودن. یه نفر از اینها رو اگه بگیرن و اعدام کنن، فردا احدی حرفشون رو دیگه گوش نخواهد کرد. این اطمینان شما آقای نوریزاد از کجاست؟ علت این اطمینانی که اشاره میکنید چه هست؟ چرا اعتقاد دارید که قطعا این افراد هستن؟ حالا عرض میکنم، اتفاقا همین رو میخواستم بگم. ببینید، ریحانه جباری رو به جرم قتل گرفتن، قصاص و اعدامش کردن. حالا شما از بیت رهبری و دستگاه قضایی و وزارت اطلاعات سپاه بپرسید اگر یک قاتل به خاطر قتلی که مرتکب شده باید اعدام بشه، شما چرا قاتل ستار بهشتی رو اعدام نکردید؟ چرا قاتل زهرا کاظمی و قاتل بچه‌های ما در کهریزک و اصلا قتل‌های زنجیری رو چرا اعدام نکردیم؟ دلیلش تنها یک چیزه و بس. اینا اگه قاتل ستار بهشتی رو اعدام کنن یا همین اسیدپاشا رو بردارن اعدام کنن، فردا هیچ مأموری دست به خشونت نخواهد برد. اگه یه بسیجی و حزب اللهی رو به جرم اسیدپاشی بگیرن اعدام کنن، فردا هیچ حزب اللهی و بسیجی حاضر نخواهد بود بریزه تو خیابون و معترضین رو بزنه بکشه. حالا اون که بیت رهبری، سپاه، اطلاعات، هم دستگاه قضایی به شدت به اینجور آدم ها که آدم کشن، میزنن، میکشن، اسید میپاشن، محتاجن که در بزنگاه لازم بریزن تو خیابون بر سر زن و بچه مردم اسید بپاشن یا معترضی رو با قمه لتوپار کنن. پس من مرده شما زنده، هیچ فردی به جرم اسید پاشی دستگیر و مجازات نخواهد شد. چرا که اگه اسید پاش مجازات بشه، پشبندش باید سید احمد خاتمی خونخواه مجازات بشه، باید امام جمعه اصفهان که با ترکه تر میخواد بعد حجابا رو تربیت کنه، اونم باید مجازات بشه. آقای نوریزاد با ما باشید، حتما به شما برمیگردیم. آقای قاضیان، حالا صرف نظر از این اطلاعات درست و نادرست و جعلی هم که ممکنه در این روزها انتشار پیدا بکنه، بعضی از اینها ممکنه واقعا باعث گمراهیه روند کلی پرونده و انعکاسش در رسانه ها بشه که به نظر میاد حداقل در این بیشه چند روز گذشته بیشتر تلاش متوجه معترضین بوده و افرادی که سعی کردن اخبار رو انعکاس بدن تا اینکه عامل و عاملان در واقع دستگیر بشن. شما از منظر سوای در واقع این بحثای سیاسی که در حاشیه این قضیه هست، فرد اسیدپاش چطور نگاه میکنید؟ اسیدپاش چگونه شخصیتی میتونه باشه؟ سوای اینکه حالا به کدوم جناح سیاسی ممکنه وابستگی داشته باشه، ولی این فرد میتونه یک فرد عادی باشه، میتونه یک انتقامجوی کینه‌توز باشه، میتونه یک برادر باشه، میتونه یک پدر باشه، میتونه یک افراطی وابسته به یک جریان تندرو باشه. تمام اینها میشود در یک چنین شخصیتی جمع بشه به نظر شما؟ خب میدونید، اگر ما به طور کلی بخوایم از اسیدپاش یک شخصیت بسازیم، نیازمند این هستیم که دو دست از اسیدپاشی ها رو جدا بکنیم. طبعا شما نظرتون اسیدپاشی هایی است که در دور اخیر به صورت زنجیره‌ای صورت گرفته، ولی خب جامعه ما متاسفانه سالهاست با مسئله اسیدپاشی روبرو هست و اسیدپاشی هایی که تا به حال ازش سابقه داریم توش عنصر فردی خیلی دخالت داشته، یعنی روابط فردی یک شخص با شخص دیگه. ولی این مورد ماهیتاً متفاوت هست با مواردی که توی سالهای گذشته ما باش روبرو شدیم. من دست کم به خاطر ندارم موردی از اسیدپاشی در گذشته اتفاق افتاده باشه که جنبه سیاسی داشته باشه یا زن و گمان سیاسی نسبت بهش وجود داشته باشه. این مورد اخیر از این بابت متفاوته. اگر صرفاً تمرکز رو روی این بخوایم بذاریم که چه کسانی دست به این اقدام میزنن، در جایی که خصومت شخصی در میون نیست، یعنی فرد اسیدپاش
با قربانیان این حادثه رابطه شخصی احتمالا نداشته، بنابر شواهدی که الان میشه در موردش حد زد. اتفاقا میخوام همین احتمالا رو آقای قاضیان روش یک تاکید بکنه، و اینکه صرف نظر از این به نظر میاد باور عمومی که الان وجود داره که اینها وابسته به چه جریان خاصی هستن، چقدر همین احتمالی که صحبت کردید وجود داره که من به عنوان یک سناریوی فرضی رو عنوان میکنم که قبلا هم بوده مواردی که یک نفر میخواسته دست به یک قتل بزنه، چند قتل انجام میده برای اینکه قتل اصلی رو در واقع پنهان بکنه. آیا ممکنه واقعا چنین سناریویی هم امکان داشته باشه که یک فرد خاص این وسط هدف بوده ولی چند مورد به دلیل اینکه در یه فاصله زمانی کوتاهی هم ظاهرا این حملات انجام گرفته؟ شواهد قرائنی که از گفته های خانواده های قربانیان به دست میاد نشون دهنده چنین چیزی نیست. معمولا موارد اسید پاشی که رابطه شخصی در میون بوده از قبیل رابطه های عاطفی و عاشقانه بوده که به بنبست و مشکل برخورده، یا مثلا حد اکثر مسئله ازدواج بوده که به بنبست خورده، یا اختلافات درون خانوادگی. هیچ کدام از این مواردی که تا به حال گزارش شده یا اطلاعات من دست کم اجازه میده مشمول این مورد نیست، یعنی نمیشه اونها را از قبیل موارد دونست که رابطه شخصی در میونه. البته ممکن برای شما که در سوال قبلی هم ممکنه مندرج بود این مطلب مطرح بشه که چگونه کسی به خودش اجازه میده که اسید پاشی بکنه، بنابراین چگونه شخصیتی باید داشته باشه. اگر به مطالعاتی که در زمینه افراد جنایتکاری از این دست، کسانی که جنایت‌های سیاسی میکنن، مراجعه بشه، میبینیم اونا معمولا آدمای عادی بودن و تنها چیزی که این آدمای عادی رو وادار میکنه به کاری که از دید منظر بیرونی جنایت کارانه قلمداد میشه این است که اونا در یه موقعیت ویژه قرار میگیرن که حاضر میشن چنین اقدامی رو بکنن، اقدامی که از بیرون به نظر خیلی شنی و جنایتکارانه میاد و اون شخص اگه از بیرون بهش نگاه کنه شاید در وضعیت دیگری باش روبرو بشه. مثلا فرض کنید در مورد آیشمن یا دیگران که در مورد کورایی آدمسوزی نقش داشتن، مطالعات نشون میده که اینا زندگی عادی داشتن، یعنی به قول شما پدر بودن، برادر بودن، موسیقی میزدن، نقاشی میکردن، به حیوانات ممکنه علاقمند بودن، آدمای خیلی عادی بودن. ولی چگونه اینا توجیه میشن که چنین جنایتهایی رو انجام بدن؟ مسئله کلیدی و مهم به نظر من این است، چگونه یک شخص به اصطلاح موجه میکنه خودش رو برای اعمال چنین اقداماتی، چگونه حاضر که دست به چنین جنایتی بزنه. این همون چیزیست که من در دور قبلی هم سعی کردم بهش اشاره بکنم، یعنی چگونه لحاظ اخلاقی فرد خودش رو موجه و مشروع میدونه برای چنین اقدامی. اون مجموعه اقدامات تبلیغی و گفتاری که ساخته میشه برای آماده کردن چنین شخصی برای اعمال خشونت، اون اهمیت بسزایی داره و مهمترین و مرکز این اقدامات این است که مخالف رو یا کسی که باید این خشونت در موردش اعمال بشه از حیثیت انسانی بیرون بندازن. یعنی اون یک انسان مثل من نیست، اون یک آدم فاسده، یک آدم جانیه، یک آدم تبهکاره، یک آدمی است که دستش رو دست بیگانگانه، جاسوسه، مزدوره، کلمات یا منافقه. یک کلمه شما باید روش بذارید، یه عنوانی باید روش بذارید که اون از حیثیت انسانی مثل اون کسی که میخواد این جنایت رو اعمال بکنه خارج بشه و تبدیل بشه یا به یه آدم غیر انسان، اون وقت مستوجب اعمال این خشونت ها هم هست. بنابراین یک فرد بیهجاب، کسی که قراره توی جهنم از مو آویزونش کنن، انواع شکنجه ها رو براش اعمال بکنن، این داره زمین رو میلرزونه، زمین لرزه اساسا باعثش زنان بیهجاب هستن و خیلی فجایع دیگه، خوشسالی چیزهای دیگه، چنین آدمی که دیگه از این حیثیت ها خالی شده اون وقت دیگه خیلی راحت میتونه مشمول چنین جنایت هایی هم باشه و آدم خودش رو اخلاقا موجه بدونه برای اعمال چنین خشونت هایی. چرا آقای قاضیان؟ گفتاری که در این زمینه ساخته میشه به نظر من اهمیت اساسی داره برای اینکه یه آدم عادی رو تبدیل کنه به یه آدم جنایتکار. یه توضیح هم بفرمایید خیلی مختصر اگر میشه، چرا اسید رو انتخاب میکنه این فردی که الان توصیف کردید؟ بعضا من دلایل زیادی داره، نه فقط در این مورد، حتی در مورد دلایل اسید پاشی شخصی. اولیش اینه که اسید خرید و فروش و حمل و نقلش خیلی راحته و شما در مورد اسلحه چنین کاری رو نمیتونید بکنید، منظورم در مورد اسید پاشی شخصی است. ولی حالا در این مورد ممکنه به دلیل ارتباط با
عناصر پشت پرده امنیتی انتظامی دسترسی به اسلحه ممکن باشه، ولی اون وقت تعقیبش هم ساده‌تر خواهد بود، چون گلوله و اسلحه اون وقت معلوم میشه که مال کدوم سازمان ممکنه باشه. مسئله دیگه این هستش که اسید رو راحت میشه استعمال کرد. برای شلیک یک تیر مثلا به عنوان مثال شما باید آموزش دیده باشید، دقت داشته باشید، اون دلهره‌ای که پاشیدن اسید داره توی شلیک و درآوردن اسلحه، آماده کردنش و هدف گرفتنش وجود نداره. اسید رو خیلی راحت میتونن به صورت استفاده بکنن برای رسیدن به هدف. و به علاوه چیزی که در اسید مطرح، خصوصا در اسید پاشی‌های شخصی، امتداد انتقامه. برای اینکه اگر شما فرض کنید با گلوله یک شخص رو بکشید، دیگه طرف راحت شده به یک معنی، تمام شده. اون انتقامی که شما می‌خواستید ازش بگیرید در یک لحظه اتفاق افتاده. ولی اسید پاشی یک انتقام ممتده، یک انتقام مستمره که باعث میشه تا سالهای سال طرف این درد رو با خودش حمل بکنه و اون انتقامی که طرف به دنبالش بوده به این معنی تشفی بیشتری پیدا میکنه، برای اینکه سالهای سال این انتقام رو در قربانی خودش میبینه. به علاوه نکته دیگه هم که در اسید پاشی هست این هستش که توی اسید پاشی این اتفاقی که میفته توی تهدید موثرتره. شما اگه کسی رو تهدید به اسید پاشی بکنید، یعنی دارید تهدیدش میکنید که تمام زندگی آیندهش رو تباه میکنید از لحاظ انسانی، رابطه هاش رو، چهرهش رو، ظاهرش رو، ارتباطاتش رو، موقعیتش رو توی جامعه، که این برای سالیان سال ادامه پیدا خواهد کرد. ولی اگه تهدیدش کنید که من میکشمت، ممکنه اصلا طرف بگه تو رو خدا بیا منو بکش، من از این زندگی نکبتبار رها بکن. بنابراین تهدیدش هم در اون زمینه خیلی موثر نیست، در حالی که تهدید اسید پاشی هم هولناکه، هم به دلیل اون تداومی که توی زندگی فردی هست که قربانی کامل نمیشه متأسفانه مثل یکی از این قربانیان و این درد و رنج رو همواره به خودش حمل میکنه، به این ترتیب این تهدیدش هم موثره. بنابراین هم تهدید، هم خرید و فروش، حمل و نقل و استعمالش شاید باعث بشه که آدما به دنبال اسید پاشی باشن تا اینکه به دنبال استفاده از شیوه های دیگه. خانم افسلی، به عنوان یک زن به نظر شما اسید پاش هدفش زیبایی زنه؟ ما برای صحبت کردن در مورد اسید پاشی باید برگردیم به کل در واقع سیاست های جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب، و همینطور که آقای قاضیان هم گفتن ما اسید پاشی سیاسی در واقع دو مقطع زمانی داشتیم. یکی از در اول انقلاب بود که باز هم فرمان آقای خمینی و دیگر علما برای مجبور کردن زنها به حجاب تاثیر نذاشت اونطور که باید و شاید و اونا انتظار داشتن، و یه عده اجیر شدن یا به طور خودجوش خودسر شروع کردن پونت چسبوندن به پیشونی زنهای بد حجاب و بی حجاب، تیغ کشیدن به صورتشون و اسید پاشی. اتفاقی که اول انقلاب افتاد، بله، که تاثیرگذار بود و البته جو انقلابی اون موقع هم خیلی تاثیرگذار شد روی این قضیه، و این واکنشی که در واقع باید انتظار میرفت جامعه نشون نداد. یه جورایی این زنها که تعدادشون هم خیلی نبود و شاید مشروعیتشون هم آنچنان نبود به نسبت زنان که در حال حاضر در جامعه ایران وجود دارن، خب خیلی راحت انکار شدن و خاتمه پیدا کرد و حجاب اجباری شد. یعنی قانونی به این وسعت و به این سرکوبگری داره 35 سال اعمال میشه. و خب ما دیدیم که بعد از اون مرحله اولی که در واقع با روش‌های مختلف از جمله کوتاه کردن دست زن از موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، تنزل رتبه‌های زنان مدرن و طبقه متوسط که در جامعه حضور پیدا کرده بودند، در اشتغال حضور داشتند، خواهان برابری بودند، این زنان خیلی سرکوب شدن، خونه نشین شدن، بسیارشون مهاجرت کردن و تا یه مدتی فضای سرکوبگرانه اثر گذاشت و زنها خیلی عقب نشستن از مطالباتشون، و کم کم به تدریج با حالا همون پایه‌های برابری خواهانه که از قبل از انقلاب فعالان حقوق زنان گذاشته بودن و تلاش خیلی زیادی که جنبش زنان کرد بعد از انقلاب در طول سالهای شکوفایی جنبش زنان، آگاهی زن افزایش پیدا کرد، تحصیلات زن افزایش پیدا کرد و دوباره این مطالبات زن مدرن اومد رو. یعنی دوباره زن خواستار اشتغال شدن، خواستار برابری در نظام خانواده شدن و خواستار حضور در جامعه شدن.
و خب با تمام مکانیزم هایی که جمهوری اسلامی داشت، از ملغا کردن قانون خانواده برابر که به زن اجازه طلاق میداد، اجازه در واقع اشتغال و همه اینها، این ملغا شد، اجازه خروج از کشور و اشتغال به دست شوهر سپرده شد. خب حجاب اجباری شد که خودش باعث شد که زن از خیلی از امکانات و تفریحات و ورزش محدود بشن یا در مضیقه قرار بگیرن، ولی همچنان این حرکت رو به جلو و حرکت برابری خواهانه زنان ادامه داشت و اونطوری که جمهوری اسلامی میخواست سرکوب نشد. خب یه علتش همونطوری گفتم بحث تحصیلات بود و بحث آگاهی جنسیتی که فعالان حقوق زنان موفق شدن که به زنان جامعه آموزش بدن. بحث دیگه هم خب تکنولوژی جدید بود که خوشبختانه از تلویزیون های ماهواره‌ای و رسانه های اینترنتی تاثیر خیلی زیادی داشت رو آگاهی زنان جامعه. و خب ما میبینیم که در سالهای اخیر دسترسی زنان به طلاق رو خیلی محدود کردن، با سقف گذاشتن روی مهریه که یکی از ابزارهای زنان برای طلاق شده بود، سقف گذاشتن برای یک سری از رشته های دانشگاهی رو محدود کردن که رشته های با پرستیج بود و در واقع نظر درآمد خوب بود، و در واقع یه سر از رشته ها رو پذیرش زنا رو بومی سازی کردن. یعنی زن تا جایی که ممکنه در همون هیته و سیطره خانواده خودش قرار بگیره و مسائل بسیار زیادی دیگه. فکر می‌کنین اسید پاشی هم بخشی از این اوبن پترن داره؟ دقیقاً من خواستم همین این روند رو به شما بگم که تا برسیم به این طرح افزایش جمعیت، طرح در واقع سخت کردن طلاق برای زنا و سخت کردن زندگی مجردی برای زنا، که همه اینا نشان دهنده عصیان زنا بود نسبت به همه این سرکوب ها و به خصوص ساختار بسیار سرکوبگر خانواده. و خب ما چند وقت پیش که یک خبری منتشر شد که چندین زن در یکی از شهرهای جنوبی فکر کنم اهواز یا بندرعباس کشته شده بودن و یه جو خیلی رعب و وحشتی تو شهر ایجاد شده بود، هیچ وقت این در واقع در مورد صحبت نشد و اظهار نظری نشد. من فکر می‌کنم اون شروع این قضیه اسیدپاشی بود، ولی چون به اندازه کافی جامعه را به شوک نبرد، به اندازه کافی به زنا این سیگنال رو نداد، به این نتیجه رسیدن که اسید میتونه خیلی در واقع راهکار بهتری باشه. و همونطور که گفتم و چیزهایی که من دارم از زنانی که باشون در ارتباط هستم در ایران میشنوم، الان تمام در واقع مردم بسیط شدن برای کنترل زنان، حالا به صورت خیرخواهانه یا از روی نگاه های مردسالار، و بعضی از نیروهای سنتی تر شاید حتی خوشحالم شده باشن که یه مقدار ندن زنها حتی به شهر برن، میخوان مثلا دانشگاه برن، سر کار برن، کسی با اینها همراهی بکنه و مشکلات که داره. این نکته که اگه میشه خیلی کوتاه اشاره بکنیم تا بحث رو با آقای نوریزاد دنبال بکنیم، برای اینکه دیدم این نکته رو روش تاکید گذاشته بودن که توضیح هم که آقای قاضیان داد، اینکه چرا اسید انتخاب میشه؟ آیا میشود روش های دیگه است، همین که گفتید مثلا در دورهای مختلف کتک میزدن، نمیدونم میگرفتن، حتی پلیس زن اومد برای اینکه بتونن از زنان استفاده بکنن برای کنترل بیشتر زنان، ولی چرا اسید؟ آیا من این رو از این جهت میپرسم که دیگه گفتن که هدف اسید پاش زیبایی زنه، میخواد صورت زن رو ازش بگیره. آیا شما به عنوان یک فعال حقوق زنان، زیبایی زن تمام سرمایه یک زن به نظر شما؟ بله، متاسفانه در یک جامعه مرد سالار زیبایی زن در اولویت خیلی بالا قرار میگیره و آمار و نظرسنجی هم اینو نشون میده. و خب برای هر انسانی وحشتناکه، ولی به مراتب برای زنها وحشتناکتره و دقیقا هم علت انتخابش هم همین بوده. یعنی وقتی ما میگیم سکسیسم، یعنی همین که تعداد زنان قربانی اسید پاشی بسیار بسیار بیشتر از مردان قربانی اسید پاشی هست، و فقط به همین دلیل هست که این زنان هم برای زنان دیگه درس عبرتی باشن، هم خودشون همیشه آینه‌ای باشن در جلوی چشم زنان و جامعه، که زنی که بخواد پاشو از الگوهای جنسیتی و ایدئولوژیک حکومت جمهوری اسلامی فراتر بذاره با همچین سرنوشتی مواجه میشه. آقای نوریزاد، صحبت تهدیدها و این فضایی شد که شما هم داشتید از اصفهان در چند روز گذشته تصویر میکردید. پیش از برنامه با هم دقایقی قبل از برنامه صحبت میکردیم، گفتید که خود شما را هم تهدید کردن به اسید پاشی. توضیح بفرمایید که چه میگذره الان. بله، من حدود 15 دقیقه قبل از اینکه با شما صحبت کنم، دو شماره تلفن 910
585-615-919-971-5589 هم بنده رو تهدید به اسید پاشی کردن، هم خانوادم رو. عرض کنم که ببینید، اجازه بدید من ریشه این ماجراها رو وابشکافم. یه نکته فقط، من برای اینکه بینندگان ممکنه این تصاویر رو هم ببینن که اخیراً به شما هم حمله شده بود که خود شما این تصاویر رو روی فیسبوک از طریق در واقع فرزندتون گذاشته شده بود، این تصاویر هم ممکنه الان پخش بشه. تصاویر البته مربوط به این ماجرای تهدیدی که الان اشاره می‌کنید، مربوط به اتفاقی است که قبلا افتاده بود و حمله‌ای که به شما شده بود. توضیح بفرمایید که چطور می‌بینید فضا رو. من می‌خوام این رو هم اگه میشه تشریح بکنید که چرا اصفهان، چرا اسید پاشی در اصفهان انجام می‌گیره. ببینید، اصفهان به یک نحوی قطب توریسم کشور هست و اگر توریست داخلی و خارجی اونجا بتونن خط بگیرن، این میتونه اشاعه پیدا کنه به همه جا. و اینکه اسید رعب فراوانتری داره نسبت به چاقو، نسبت به گلوله، نسبت به ضرب و شتم، و اینا میگن النصر به رعب، یعنی وحشت بیانداز تا پیروزی نصیبت بشه. اگر به من یه فرصتی بدید من ریشیابی بکنم. ببینید آقای دهقانپور، صدام بعد از 8 سال جنگ با ایران نهایتاً تن به صلح داد و با دستای خالی برگشت سر جای اولش. خب صدام باید به افکار عمومی داخلی پاسخی میداد که این جنگ 8 ساله چه دستاوری داشته. برای اینکه افکار عمومی رو سامان بده حمله کرد به کویت، که یعنی اگر ما از ایرانی ها چیزی آیدمون نشود، کویت رو زدیم زیر بغلمون. حکایت بیت رهبری و همه آخوندهای حاکمیت و سپاه و اطلاعات و امام جمعه هم حکایت شکست صدامه. بیت رهبری و سپاه در عرصه های بین المللی سخت شکست خوردن. با اون همه حیاهو و عربده های احمدی نژادی دست خالی برگشتن سر جای اولشون. میلیاردها پول برای تأسیسات هسته‌ای که خرج کرده بودن دود شد رفت هوا. در سطح جهان آبرو براشون نمونده. شکست پشت شکست. حالا اینها در داخل باید یک چیزی داشته باشن که بگن دستاورد ما این بوده. بند کردن به حجاب. آیت الله های جامانده در 800 سال پیش چرا درباره اسید پاشی موضع نگرفتن؟ چرا در قبال دزدی ها و عقب ماندگی ها و کودتاها که رسماً سپاه و بیت رهبری در اونا نقش دارن موضع نمیگیرن؟ و چرا میان به حجاب حساس میشن؟ وقتی نمایندگان بیخرد مجلس عکس های ساپورت پوشی بانوان ما رو میان در مجلس نشون میدن، این یعنی چی؟ یعنی این که آقایون در این 36 سال ما چیزی آیدمون نشده. مثل آدم قلچماقی که تو محل از یکی سیلی خورده و میاد تو خونه زن و بچهش رو زیر مشت و لگد میگیره، اینا هم افتادن به جون زن و بچه مردم که مثلا اگر در هر زمینه شکست خوردیم لااقل در عفاف و حجاب موفق باشیم. فکر کردن با ترسوندن زنها مشکل بیهجابی حل خواهد شد. ذره ای شعور ندارن که بدونن مسئله حجاب یک امر فردی و درونی است و با تحکم و بخشنامه مشکلش حل نمیشه. مجلس اخیراً قوانینی تصویب کرده که در اون ناهیان از منکر، یعنی بسیجی ها و حزب اللهی ها، از ضرب و شتم و کشتن مردم منع شدن. این یعنی چی؟ یعنی که قبلا اگر میزدند و میکشتن، حالا دیگه نزنن و نکشن. رئیس جمهور در قبال اسید پاشان میگه هر فرد یا گروهی که مرتکب اسید پاشی شده بدونه که گذشت در کار نیست. یعنی قبلا اگر گذشت بوده حالا دیگه نیست. این جمله خفیفترین و سست‌ترین موضعی است که یک رئیس جمهور میتونه در قبال این فاجعه ملی بگیره. چرا موضع رئیس جمهور سراسر ضعفه؟ چون رئیس جمهور در مقابلش سپاه رو میبینه، بیت رهبری رو میبینه، بسیج رو میبینه. پس باید قدر و اندازه خودش رو بدونه و در محدوده خوشایند اینها خط نشون بکشه. یا رئیس قوه قضاییه چی میگه؟ این فرد میگه، یعنی باورم بر اینه که این فرد موم دست بیت رهبری است، میگه ارتباط دادن امر به معروف به بحث اسید پاشی عجیب است. این یعنی چی؟ یعنی اینکه اسید پاشان از طرف امام جمعه های حتاک و خونخواه و ترکه تر به سمت زن و بچه مردم گسیل نشدند، خودسر بودند. و یعنی در امر به معروف ما چیزی به اسم اسید پاشی مثلا نداریم. این آقا برای 2 نفر که 70,000 تومان زورگیری کرده بودند هنوز دستگیر نشده حکم اعدام صادر کرد، اما همین آقا در برابر دزدی های
کلان احمدی نژاد و اعوان انصارش، یا حتی برادرش که هکتارها زمین در ورامین بالا کشیده، برادرای دیگه‌اش، اصلا چطور دیدی نگیدی؟ حالا رئیس مجلس چی میگه؟ میگه سیاسی کردن اسیدپاشی نامردی سیاسی. این یعنی اسیدپاشی یک جرم متداول، سیاسیش نکنید آقایون و پای حکومت رو وسط نکشید. من تک تک مسئولین رو که از زیر بار پذیرفتن مسئولیت شانه خالی میکنن اسیدپاش میدونم، همشون رو با اطمینان میگم تک تک نماینده های مجلس اسیدپاشن، دستگاه قضایی اسیدپاشن، سپاه اسیدپاشه، بیت رهبری اسیدپاشه. بر این که مگر میشه جلوی چشم این همه اعوان و انصار و هیاهوهای امنیتی یک جمعیتی از بانوان ما آسیب ببینن و اینها بیان توی مجلس قوانین آنچنانی خودشون رو تصویب بکنن؟ آقای نوری‌زاده با ما باشید، حتما به شما برمیگردیم. آقای قاضیان، خود آقای اژه‌ای در همین فکر کنم دیروز و شاید پریروز بود صحبت از این میکرد که نخستین اقدام به اسید پاشی در ایران حدود 60 سال پیش 1334 رخ داده و بعد 3 سال بعد قانونی تصویب کردن برای جرائم در واقع که چگونه به این رسیدگی بکنن. ولی شما هم حتما میدونید این قضیه رو که بحث قصاص که مطرح میشه این که خب روشن نیست که اسیدی که پاشته شده به چه بخشی از بدن ممکنه حتی پای کسی رو هم آسیب زده باشه و خب شاید قصاص هم خیلی صرف نظر از اینکه حالا درست یا نادرست بودنش قابل اجرا نباشه و این تبدیل به روش های دیگه و دیگه و اینا در واقع شاید بشه. فکر میکنید، باز میخوام برگردم به اون سوال قبلی، علت انتخاب اسید باز به خاطر این هست که واقعا حوزه جرم اون هم خیلی روشن نیست؟ یعنی اگر کار سازماندهی شده هست پشتش در واقع این هست که نمیشود تصور کرد که اون فردی که این کارو میکنه خودش هم میدونه احتمالاً ممکنه با واکنش چندانی روبرو نخواهد شد. من باز هم حقیقتش فکر میکنم که باید اسیدپاشی‌های شخصی رو باید از اسیدپاشی‌های سیاسی که اخیراً رخ داده جدا کرد. اگر برداشت من درست باشه که اسیدپاشی‌های جدید متفاوت هستن با اسیدپاشی‌های قبلی که ماهیت شخصی داشتن، اگر این طور باشه اون وقت منشأ انتخاب اسید هم متفاوته، یعنی دلایل ممکن متفاوتی در میون باشه. و اگر این موضوع رو هم بپذیریم اون وقت مسئله این هستش که دیگه در اینجا اون فرد اسیدپاش که متکی است به یه قدرت سیاسی در اون پشت احساس اعمال مجازات علیهش رو نمی‌کنه اساساً. بنابراین انتخاب یک یا دو شیوه متفاوت برای انجام این کار اینجا موضوعیت نداره، یعنی میتونسته وسیله دیگه رو انتخاب بکنه به دلیل اینکه فرضش این بوده که اصولاً مجازات نخواهد شد، چه برسه به اینکه مجازات قتل باشه یا مجازات اسید باشه. ولی در مواردی که این کار جنبه شخصی داره، بله چرا، اونجا میشه گفتش که ممکنه انتخاب اسید از این عامل تبعیت بکنه که چون اعمال قصاص سخته یا دستگاه قضایی در بعضی موارد ممکن رضایت نده یا به هر دلیلی اتفاق نیفته، ممکنه فرد از قصاص در امان بمونه و فقط به اصطلاح مجبور بشن که سایر مجازات ها رو در موردش اعمال بکنن. ولی خب دیدیم که در یک مورد تا پای اعمال قصاص هم رسید و فردی که قربانی شده بود مایل بود که دست کم برای ایجاد نگرانی در طرف مقابلش بره به پای اعمال قصاص. ولی سوال اصلی این است که اساساً قصاص واقعا اینجا کاربردی داره یا نداره؟ یعنی فرض کنید اصلاً این ماجرا شخصی هم می بود، آیا قصاص شکل مناسبی هست برای اعمال مجازات؟ اتفاقا نکته می‌خواستم بپرسم، چون آقای نوری‌زاده هم گفتن که اگر مثلا می‌گرفتن یکی دو تا از این افراد رو یا افرادی که مسئول بودن در موارد مشابه اعدام می‌کردن، نقل در واقع از صحبت خود آقای نوری‌زاده می‌کنن، گفتن شاید این قضیه شیوهش در واقع یا حداقل این مسائل امروز ما شاید نبودیم. واقعا فکر می‌کنید که راهش این هست، یعنی این افراد رو، این عامل یا عاملان رو اگه بگیرن اینها رو قصاص بکنن، اعدام بکنن، هر اتفاقی که ممکنه جرم اینها باشه، مشکل حل میشه؟ به هر چیزی که هست باید مجازات بازدارنده باشه در این زمینه، ولی صرف نظر از مجازات کارهای دیگه هم لازمه که انجام بشه. مثلا وقتی شما به این راحتی میتونید برید اسید بخرید و اسید در دست هر کسی ممکنه وجود داشته باشه به این ترتیب، اون وقت خب این سوال پیش میاد که خب بازدارندگی فقط با اعمال مجازات نیست، با اعمال یک سری قوانین بازدارنده است پیش از اینکه جرم اتفاق بیفته.
مثل همین عدم دسترسی به اسید. خب مثلا میزان قتل در ایران با اسلحه گرم پایینه به نسبه، در حالی که با اسلحه سرد زیادتره. خب خیلی روشنه اگر دسترسی به اسلحه گرم بیشتر باشه، امکان قتل از اون طریق هم ممکنه افزایش پیدا بکنه. ماجرای اسید هم از همین قبیله. وقتی به راحتی میشه اسید خرید و حمل و نقل کرد، طبیعیه که استفاده از اونم راحت تر میشه. پس فقط مجازات فرد مرتکب عمل مجرمانه نیست که ممکنه باعث جلوگیری از این ماجرا بشه، پیش از اون هم ممکنه اقدامات دیگری بشه. علاوه بر این که مجازات اعدام اگر مورد نظر باشه، خب اعدام در موارد زیادی نشون داده شده که مجازات بازدارنده چندانی نیست، حتی در مواردی مثل تجاوز و قتل. بنابراین صرف نظر این که اعدام خوب است یا بد که موضوع بحث ما نیست، این است که آیا مؤثر هست یا خیر. اگر اولویت بندی بخوایم بکنیم، از همین قبیله. باز میخوام صحبتتون قطع میکنم، صحبتتون یادتون نره. اگه بخوایم اولویت بندی بکنیم، صحبتی هم که خانم افضلی کردن، یه سابقه 30 سال گذشته رو که تیغ میکشیدن، نمیدونم پونز به پیشانی زنان میزدن در سال اول انقلاب، برای اینکه به شکلی در واقع شاید همین وحشت رو روب و اینا رو ایجاد بکنن. آیا بحث بر سر این هست که مثلا من مالا به شکل شاید طنزآمیزش میگم که مثلا پونز رو بعد اون موقع جمع میکردن از جلوی دست مردم تا جلوی این روش رو بگیرن، بحث بر سر این هست که فرهنگ این قضیه کجا واقعا چطور میشه جلوی این مشکل رو گرفت؟ کشورهای دیگه واقعا چه کردن؟ چون مسئله اسیدپاشی فقط هم محدود به ایران نیست، خودتون میدونید در همین کشورهای همسایه ایران همین مشکلی است که وجود داشته دهه ها و شاید هنوز هم وجود داشته باشه، حالا به جای دیگه دنیا من فعلا اشاره نمی کنم. واقعا چه کار کردن؟ یعنی چه روش هایی، چه شرایط فرهنگی باید فراهم بشه که رفتن به این قضیه صرف نظر از اینکه اسید در دسترس هست یا اسلحه گرم در دسترس هست یا نیست، چطور مشکل رو حل کنه؟ من حقیقتش مطالعه ندارم در مورد اون کشورها، چون اون کشورها متنوع، هم کشورهای حاشیه‌ای شرقی ما رو در بر میگیرن مثل هند و افغانستان و پاکستان و حتی نپال رو و همینطور برخی از کشورهای آفریقایی رو. من ولی مطالعه ندارم که اونا در قبال این ماجرا چه کردن و احتمالاً کار موثری هم نتونستن بکنن، چون سالهاست این ماجرا در اون کشورها هم ادامه داره. یکی از دلایلش برمیگرده به برخی از موقعیت‌هایی که آدم‌ها توش قرار دارن. ببینید هم تو این کشورها هم در جاهایی که افراد به اسیدپاشی مبادرت کردن، معمولاً از افراد طبقه پایین و متوسط پایین بودن. این معنیش اینه که اونا توان دسترسی به اسلحه‌های مؤثرتر یا پرقیمت‌تر رو نداشتن. خب این معنیش اینه که وقتی اسید در دسترس و راحت قابل خریداری است، یعنی برای عده بیشتری از مردم دسترسی به اون امکان پذیره. به این مفهومه که من میگم جلوگیری از خرید و فروش آزادانه اسید میتونه عامل بازدارنده باشه، برای اینکه بالاخره کسی که میخواد انتقام بگیره به دنبال یه اسلحه هست. هر چقدر دسترسی به اون اسلحه و اعمال استعمال اون اسلحه سخت‌تر باشه، احتمال وقوع اون جرم کاهش پیدا میکنه. خب برای اسلحه گرم میشه مقایسه کرد دیگه، هم قیمت بیشتری داره، هم خریدش سخت‌تره، هم حمل و نقلش به آسونی حمل و نقل اسید نیست، هم استعمالش نیازمند تدارک مقدمات و ترتیبات و همینطور آموزش و دونستن و چیزهای دیگه است. به این ترتیب نوع اسلحه‌ای که استفاده میشه در اینجا خیلی موثر هست که چگونه اقدامات پیشگیرانه انجام بشه. اما اگه برگردیم به اون نکته که میخواستم در مورد قصاص بگم، ماجرا این است که قصاص در اینجا بدوی ترین شکل ممکن اعمال مجازات هست و البته ناموثر هم هست. این بدوی که میگم به منزله یک دشنام سیاسی نیست، بلکه به معنی دقیق جامعه شناسی سیاسی هست. چون میدونید که در جامعه شناسی سیاسی دولت تنها واحد اجتماعی است که حق اعمال مشروع خشونت رو داره، یعنی میتونه آدم ها رو زندانی بکنه، حتی اعدام بکنه و کارهای دیگری بکنه. یعنی مشروعاً جامعه به اون نمایندگی داده که از جانب او نسبت به دیگران اعمال خشونت بکنه، مثلا به زندان بیاندازه اونها رو. خب این مال جامعه مدرنه که دولت مدرن داره و دولت واسطه هست بین دو نفر، یک کسی قربانی شده و یک کسی که جرم رو انجام داده. ولی در شکل بدوی رابطه بین قربانی و کسی که مرتکب عمل شده یه رابطه مستقیمه، یعنی من چشم کسی رو گرفتم و او چشم در برابر چشم میتونه چشم من رو بگیره.
حاکم در اون جامعه ها فقط ناظر هست بر اعمال این رابطه، یعنی اینکه اگر چشم گرفته شد طرف هم بتونه چشم طرف رو بگیره، اگر اسید پاشیدن من هم بتونم برم اون اسید رو در اون موضعی که اون یکی پاشیده من هم بپاشم. این یعنی فرار دولت از واسطه شدن بین قربانی و مجرم. این مال جامعه بدوی است، اما در جامعه مدرن و دولت مدرن دولت میاد واسطه میشه بین قربانی و مجرم، یعنی نمیذاره اونا مستقیما با هم روبرو بشن که اگر کسی نسبت به من مرتکب جنایت یا جرمی شد من برم نسبت به اون کسی که به من مرتکب این جرم یا جنایت شده اون رو اعمال بکنم، بلکه اون واسطه میشه از طریق قانون و ترتیبات قانونی برای اینکه اون رو به نمایندگی از جامعه مجازات بکنه، نه فقط به نمایندگی از من. طبیعتاً خودتون بهتر میدونید که این شکل بدوی که ازش صحبت میکنی، خب مقامات جمهوری اسلامی میگن حکم قرآنی است دیگه. مهم نیست که حکم قرآنی است یا نه، به هر حال ما داریم توی جامعه‌ای زندگی میکنیم که میخوایم مناسباتمون رو به گونه‌ای سازمان بدیم که مؤثر باشه. اگر اون حکم قرآنی یا غیر قرآنی مؤثر نیست و به علاوه با ساختار یه دولت مدرنی که امروز تو جامعه ما به هر حال داره حکومت میکنه با انواع شیوه های مختلف سازگار نیست، چرا باید این کار رو کرد؟ گذشته از این که میدونیم به این شیوه نه تنها مسئله مؤثر نبودنش رو باید در نظر بگیریم، بلکه در خیلی جای امکان پذیر نیست، مثل همین مورد اسید پاشی. چگونه ممکنه اسید رو دقیقاً به همون نحو استعمال کرد که قربانی در موردش استعمال شده؟ این چیزیست که اساساً امکان پذیر نیست، برای همین هم در خیلی جاها اجرا نمیشه. گذشته از این که همونطوری که گفتم این رو کاملا جنبه شخصی بهش میده و انتقام شخص است از شخصی که قربانی شده و این فاقد اون جنبه بازدارندگی که جامعه به عنوان واسطه و نماینده اون شخص قربانی میاد و مجرم رو مجازات میکنه، که اینجا جنبه انتقام شخصی دیگه در میون نیست. اون شکل بدوی کاملا جنبه انتقام شخصی داره، کسی به من صدمه رسونده، من عین اون صدمه رو باید بهش برسونم تا تشفی خاطر پیدا بکنم، یعنی اون انتقامی که در وجود من هست از بین بره و به اصطلاح صفر بشه. در حالی که وقتی جامعه واسطه میشه، اولا اون خشونت مستقیم از بین میره، اون رابطه فردی از بین میره، یا عنصر واسطی به نام دولت و قانون میاد بین دو نفر حکومت میکنه و باعث میشه که این جنبه انتقامی از شکل شخصی و بدویش در بیاد و یک ترتیباتی پیدا بکنه و به این ترتیب تا حدی هم بتونه جنبه بازدارندگی داشته باشه، به این دلیل که جامعه است که در برابر اون فرد ایستاده، نه فقط یک فرد که اون فرد مقابلش بوده باشه. به این ترتیب فکر نمیکنم قصاص در این موارد اساسا مؤثر باشه یا اساسا امکان پذیر باشه اجراش. خانم افسری، اسید پاش باید قصاص بشه، موافقید با آقای قاضیان یا نباید بشه؟ باز در مورد اخیر رو اگه بخوایم جدا کنیم، خب میدونیم داریم یه آدم با کمترین میزان دخالت در این امر رو قصاص میکنیم و داریم اون آمران اصلی، اون دستور دهندگان رو در واقع که پشت پرده هستن و مبرا میدونیم، یعنی در واقع اون حرفی که آقای نوریزاد زدن، شما اعتقاد دارید که مقامات جمهوری اسلامی به گفته آقای نوریزاد اونها اسید پاش هستن؟ بله، اسید پاشای واقع اونها هستن. و یک نکته خیلی باعث تأسف این هستش که در این مورد اسید پاشی ما شاهد این هستیم که به حق و به درستی مردم و گروه های سیاسی واکنششون دادن، ولی در مقابل بقیه اسید پاشی های شاید به مراتب وسیع تر علیه زنا، محروم کردنشون از اشتغال، محروم کردنشون از کنترل و بدنشون، در مورد بارداری، در مورد سقط جنین، در مورد اینکه بتونن انتخاب کنن که میخوان از یک آدمی طلاق بگیرن، جدا بشن، میخوان بچهشون رو داشته باشن، همه اینهای اسید پاشی به روح و روان زن هست و محروم کردن زن. و خب متاسفانه شاید باز به همون دلیل مردسالاری جامعه ما باشه که از بین رفتن زیبایی یک زن خیلی اهمیتش بیشتر هست از بین رفتن کرامت زن و کنترلش بر بدنش. من نکته که خانم افسلی نظرم خیلی مهم، وقتمون هم چون اندک کس، میخوام اگه بشه سریع بپردازید بهش. به آقای نوریزاد یه پرسشی دارم، این که شرایط فعلی برای شما که در ایران برای حقوق زنان مبارزه کردید، بازداشت شدید، مشکلاتی داشتید و
حالا من نمیخوام وارد اون بشم، شاید برنامه دیگه لازم باشه به مبارزات و تلاشایی که شما و هم قطارانتون انجام دادیم بپردازیم، ولی شرایط فعلی یک گام به عقب هست برای مبارزاتی که خود شما سالها پیش در ایران انجام میدید. وقتی وضعیت فعلی رو میبینین، الان صحبت از قوانینی هست که زنان حتی در شیفت مردان کار نکنن، ترک الان در مجلس در دست بررسی هست، حتی این طرحی که الان دادن در مورد بدحجابی بحث کسر حقوق رو مطرح کردن، یعنی افرادی رو که احتمالاً در ادارات ممکنه کار بکنن و اینها رو بدحجاب تشخیص بدن، گفتن بهشون حق خواهند داد که حقوق این افراد رو در واقع از فیش حقوقشون کم بکنن. این واقعا یه گام بلند به عقب هست به نظر شما؟ بله قطعاً. تمام این بعضن تشویق و بعضن مجازات هایی که برای زنان در مورد حجاب اعمال میشه، در مورد ساعت و نوع کارشون، در مورد نوع رشته های دانشگاهی، در مورد دورکاری، افزایش مرخصی زایمان که بعضیش به ظاهر شاید به نفع زنها باشه ولی در واقع هدفش عقب روندن زنها هست از حضور در جامعه، از حضور در مناسب و مشاغل مؤثر، اینا در واقع روش هایی هستش که تا الان هم تأثیر گذاشته و ما میبینیم که در طی آماری که الان دقیقا نمیتونم بگم ولی فکر کنم در طول یک سال گذشته یا چهار سال گذشته 21% اشتغال زنها کم شده، یعنی ما اشتغال زنها در ایران بسیار پایین هست و این 21% کاهش خیلی خیلی فاجعه رو عمقش رو نشون میده. البته نرخ بیکاری گفتن در میان زنان 20% تقریبا در بعضی جاها، در شرایطی که در میان مردان احتمالاً بین مثلا 4 یا 5، یعنی اختلاف در این هستش. بله اختلاف نرخ بیکاری در زنان بسیار بالاست و داریم میبینیم که همه این سیاست‌ها که کاملاً هدفمند در راستای کاهش اشتغال زنان برنامه‌ریزی و سیاست گذاری شده داره تاثیرش رو میذاره. آقای نوریزاد، اون چه که در این روزها شاهد هستیم، یعنی این دستگیری‌ها، افرادی که زیادی برشک در این روزها دستگیر شدن، اگر می‌خواید اشاره هم بکنید مختصر بهشون، یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آیا به نظر شما این برخورد شدید و این نشان دادن مشت آهنین باعث میشه که اعتراضاتی که ما در چند روز گذشته در اصفهان و تهران شاهد بودیم دیگه اتفاق نخواهد افتاد؟ من پیش از این یه سخن شما رو اصلاح کنم که در مورد من فرمودید که اگر عاملین رو اعدام می‌کردیم این اتفاقات نمی‌افتاد. من یک چنین چیزی نگفتم. من و دوستانم در لگام، لغو گام به گام اعدام، اتفاقا مخالف اعدام هستیم. بل من گفتم حاکمیت اگر یک بسیجی اسید پاش یا یک اطلاعاتی و سپاهی و روحانی و حتی یک مأمور نیروی انتظامی قاتل رو بگیره و اعدام کنه، فردا دیگه کسی حرفش رو نمیخونه. اما در مورد بگیر ببندها، ببینید، مردمان فهیم جامعه ما به شدت از حاکمیت سرکوبگر و حاکمیتی که خوی داعشی داره متنفرند. فشردن این تنفر به اندرون آدمها و پرهیز از این که به این تنفر امکان جولان بدیم و امکان این رو بدیم که مردم عصبیت‌های خودشون رو آرام ابراز بکنن و تخلیه بشن، ناگزیر در یک بزنگاه این نفرت‌ها دست به دست هم خواهد داد، آسیب‌های فراوانتری رو نصیب حاکمان خواهد کرد. این که الان مثلا آقای احمدی مقدم گفته که اگر مجموعه‌ای بخوان بیان مثلا حرکتی بکنن باید مجوز بگیرن، خب این در مورد خودشون اصلا اینجوری نیست. یعنی خودشون اگر بریزن توی خیابون و نمیدونم فلان میشن مردمان خودجوش قهرمان و فلان، ولی مردمی اگر به اسید پاشی بانوان این سرزمین اعتراض بکنن میشن خط گرفته از بیگانگان. این مشکل مشکلی است که نظام گرفتارشه، به کوچکترین حرکت جمعی اعتراض میکنه و بگیر به بند میکنه، اینها رو به زندان میبره به یک دلیل مشخص که به شدت حاکمیت میدانه که شکننده است. بله. و با کمترین ایجاد فضا فرو خواهد باشید. تشکر میکنم از اینکه مطلبم اصلاح کردید آقای نوریزاد. آقای قاضیان، وقتمون خیلی اندکه، حدود یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. آیا این اسید پاشی به نظر شما بهانه‌ای هم شد برای اینکه عده نوشتن که روزنامه نگاران دوباره بیش از پیش سرکوب بشن، عده که اومدن گزارش میدادن ماجرا رو گرفتن و یکی دو نفرشون هنوزم کماکان در بازداشت هستن؟ بهانه شد، ولی فکر نمی کنم طرحی از قبل وجود داشت برای این منظور. برای چیزی که مورد نظر بود این بود که مبادا این ماجرای اعتراض به اسید پاشی اون یخ جامعه رو، اون لختی یا کرختی اخلاقی و مدنی که جامعه رو در بر گرفته
بشکنه و باعث بشه که مردم به هوش بیان یا بخوان اعتراضشون رو از این سطح وسیع‌تر کنن و به جاهای دیگه ای ببرن. این شدت یا نوع سرکوبی که وجود داشت برای این بود که شاید به همه بگن که حواستون باشه، ما حواسمون جمعه و نمیخوایم بذاریم از یه حدی فراتر بره، و بنابراین از این وقت حتی روزنامه نگاران هم خودشون شروع کنن به سانسور. یعنی همونطور که این ماجرا باعث شد کنترل از پلیس و نیروی انتظامی درون خیابون‌ها به عهده خانواده‌ها گذاشته بشه و اونا باشن که حالا عملا کنترل سیاسی و اجتماعی بر بدن زنان رو اعمال بکنن، بله. در مورد روزنامه‌ها هم عملا این کنترل میره به دست خود افراد و خود سانسوریشون. سپاسگزارم از شما آقای حسین قاضیان، خانم نسرین افضلی و آقای محمد نوریزاد، از هر سه شما تشکر می‌کنم برای شرکتتون در برنامه امشب افق. یک توضیح مختصر بدم، بن برادلی که از روزنامه‌نگاران آمریکایی صحبت از این می‌کرد که کار خبرنگار، کار گزارشگر حقیقت هست نقطه، نه حقیقت اونطوری که حکومت دوست داره انعکاس پیدا بکنه. تا افق پنجشنبه.